بسم الله كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم واقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وبعد فَقَدْ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عرض سلام و احترام سمیمانه خدمت یکایک یک بینندگان و شنوندگان عزیز دارم در این جلسه نیز در ادامه مباحث حقوق پدر و مادر در دوران سالمندی بر فرزندان نکات را به محضر مبارک شما عزیزان تقدیم می کنم با توجه به مباحثی که در جلسات گذشته مطرح شد به این نتیجه می رسیم که دوران سالمندی و دوران پیری و کهنسالی پر از دشواری ها و سختی ها و گرفتاری های مخصوص خودش هست. بسیاری از فرزندان ممکن است نهایت سعی و تلاششون رو برای رفع این نیازها انجام بدهند و تمام قدرت و توان خود را خرج کنند تا بتوانند از این گرفتاری های پیش آمده خود را نجات بدهند و یا برای بهبودی پدر و مادرشون تلاش بکنند اما شرایط طبیعی روزگار به گونه است که همیشه درمان ها به درستی انجام نمی شود و همیشه برنامه ها طبق خواست ما پیش نمی رود و همیشه نیازها با توجه به محدودیت هایی که در زندگی ما وجود داره همه اونها برطرف نمی شود اینجاست که یک وظیفه سنگین دیگری بر دوش انسان قرار می گیرد که متناسب با افزایش مشکلات متناسب با نیازمندی های بیشتر و مراقبت های زیادتره که برای پدر و مادر و هر سالمند دیگری لازم هست ما هم کنترل خود را افزایش بدیم و بر خشم و ناراحتی و عصبانیت و نگرانی ها و همچنین تشویش و استراب های خود پیروز بشویم و بر آنها غالب بیاییم طبیعی است که هر برنامه ریزی به درستی پیش نرود و همه ای کارها هم طبق محاسبه ای ما به انجام نرسد وقتی برنامه به شکست می انجامد وقتی محاسبه ما درست از آب در نمی آید وقتی درمان پدر و مادر ما به درستی انجام نمی شود و هرچه در توان داریم باز هم این بیماری این ناتوانی و این ضعف ها همچنان روز افزون می شود اینجاست که تنش ها استراب ها، تشویش ها و درگیری ها و گاهی بگومگوهای خانوادگی بین فرزندان، بین فرزند و خانوادهش، بین فامیل به وجود می آید. و اگر انسان در چنین شرایطی مراقبت ویژه از خود و بستگان خود و به خصوص پدر و مادر خود نداشته باشد قطعا دچار افراد و تفریط می شود یا بیش از حد و بیش از توان خودش به پدر و مادر پیر و کهنسال خودش میپردازد از جاهای دیگر لطمه میبیند یا جاهای دیگر را مثل رسیدگی به فرزندان و خانواده و مسائل دیگر را در اولویت قرار میدهد از مراقبت پدر و مادر باز میماند در یک چنین شرایطی حفظ کنترل و مراقبت از خود یک نیاز و ضرورت مهمی است که اگر ما بتوانیم در این شرایط بر خود مسلط باشیم میتوانیم تا حدودی باز هم جلو بحران ها و گرفتاری ها را بگیریم در یک چنین وضعیتی وقتی انسان دچار سردرگمی و دچار بی برنامگی و دچار وضعیت بحرانی می شود اینجاست که باید به این نکته مهم توجه داشته باشد که اگر قرار نیست که ما همه کارها را بر اساس الخواه خود تنظیم کنیم اگر نمی توانیم سرنوشت افراد را تغییر بدهیم اگر نمی سلامتی را و بهبودی را و توانمندی را به پدر و مادر کهنسال و ناتوان خود ببخشیم لاقل این مقدارش در توان ما هست که با واقعیت ها روبرو بشویم و واقعیت ها و حقیقت های خارجی را بپذیریم و بعد از پذیرش واقعیت ها اون زمان با یک قدم عقب نشینی برنامه جدیدی را برای خود تنظیم کنیم تا بتوانیم در قدم های بعدی اون برنامه های مورد نیاز را به درستی انجام بدهیم. اگر در این وضعیت انسان بتواند کنترلی بر خود و تسلطی بر اوضاع را باز هم تا حدودی به دست بگیرد میتواند تا حدودی بر مشکلات فایق بیاید خب انسان آرزوهای فراوانی دارد کارهای زیادی را می خواهد برای پدر و مادر خودش انجام بدهد اما از طرف دیگر همیشه انسان با محدودیت های مواجه هست یا توانایی انجام کارهای بزرگ مثل معالجه های بسیار پرهزینه رو ندارد یا امکانش برایش وجود داره اما دستگاه ها و امکانات دیگر برای عمل های پیچیده وجود ندارد یا اون کارها هم برنامه ریزی می شود باز هم به دلیل اینکه حیات دست کسی دیگری هست و مقدرات دست کسی دیگری هست باز هم ما نمیتوانیم در مقابل اونها کار را انجام بدهیم اینجاست که انسان باید با یک روحیه خوشبینی نسبت به خودش و ادای تکلیفی که داره یک مقداری با واقعیت ها به این شکل خودش را مواجه بسازد که اگر نمیتوانیم بر همه کارها مسلط بشویم و همه برنامه ها را طبق دلخواه خود پیش ببریم حداقل آمادگی شکست را هم در خود به وجود بیاوریم و بپذیریم که هر کاری طبق دلخواه ما پیش نخواهد رفت اگر مسیر حوادث را نمیتوانیم تغییر بدهیم می میتوانیم این ذهنیت را در خود به وجود بیاوریم که خود با این حوادث جدید چگونه باید مواجه بشویم کسی که واقعا در صدد هست یا بر این باور است که میتواند مسیر حوادث را تغییر بدهد و هر کاری را طبق دلخواه خودش پیش ببرد خب این یک باور اشتباهی هست هیچ کسی نمیتواند چنین ادعایی را در زندگی داشته باشد و هیچ کسی هم نمیتواند بر این ادعای خودش واقعا پیروز بشود یا آن را به اثبات برساند بنابراین مراقبت کردن از پدر و مادر پیر و کهنسال به معنای واقعی کلمه که انسان به همه نیازهای اونها رسیدگی کند و همه احتیاجات اونها را برطرف بکند و همه گرفتاری ها و ناتوانی ها و ضعف های اونها را جبران بسازد این معنای از مراقبت به هیچ وجه ممکن نیست اما اون چیزی که در توان انسان هست لاقل میتواند با توجه به توان و وضعیت و امکانات خودش به گونه عمل بکند که اون وظیفه ای که احساس میکنه بر دوشش قرار گرفته است همون وظیفه رو انجام بدهد این نکته مهم است الله الله. الله الله. نکته دوم که در حفظ کنترل و تسلط انسان بر اوضاع مؤثر هست بهبودی عزت نفس است که انسان در اون شرایط خودش رو شکست خورده تلقی نکند احساس مثبت به خود داشته باشد و نگاه مثبت هم به وضعیت موجود داشته باشد به همان مقدار که انسان احساس عزت، حرمت و بزرگی می کند به همون اندازه می تواند انسان معلد باشد، انسان مفید باشد، انسان باشد که به دیگران می تواند فوائدی را برمغان بیاورد خب در یک چنین شرایطی انسانی که بر خودش مسلط هست عزت نفس دارد احساس میکند که یک موجود مفیدی هست در این شرایط تا حدودی میتواند به مراقبت از پدر و مادر خودش هم بپردازد و در این کار نیز موفق باشد و اگر نه اگر کسی کنترل خودش را از دست داده باشد و از اون طرف هم احساس سلط و شکست خوردگی و ناتوانی بکند اگر امکاناتی هم در اختیارش باشد توانی هم در اختیار داشته باشد که اونها را مصرف اونها را به پدر و مادر خودش ارزانه بدارد قطعا به دلیل اون احساس ضعف و ناتوانی که برایش پیش می آید از این گونه خدمات هم محروم خواهد شد در این شرایط هست که انسان تا می تواند به مراقبه به دعا به توسل و امور معنوی رو بیاورد بالاخره انسان محدود هست انسان به تعبیر قرآن کریم فقیر و نیازمند است و سراسر وجود انسان را نیاز فرا گرفته است و به هر مقدار که انسان در ظاهر احساس توانایی هم میکند باز در حقیقت انسان ناتوان و عاجز هست و زمانی میتواند این ضعف و ناتوانی خودش را جبران بکند که خود را به یک منشه پرقدرت و قوی متصل بسازد و ارتباطش را با خدای متعال با اولیاء الهی برقرار بسازد با کمک و استعانت از آنها می تواند هم بر خود مسلط بشود و هم گرفتاری ها و مشکلات خودش را تا حدودی کم بکند و بر آلام و دردهای خودش یک تسکین را به وجود بیاورد خب مهمترین تسکین ها مهمترین آرامش بخشی که به یک انسان موحد و مؤمن در این گونه شرایط داده می شود همون ادای تکلیف است که انسان اگر موفق شده باشد بر اون مسئولیت که احساس می کند فائق بیاید بزرگترین دلخوشی است که به انسان داده می شود کسی که به پاداش های خدمات خودش نسبت به پدر و مادر خودش توجه می کند و در مقابل کارهای انجام شده خودش دریافت پاداش های بسیار بزرگ رو از خدای متعال توقع میکند کند قطعا دردهایش تسکین مییابد روایت از امام باقر علیه و سلام نقل شده است که حضرت از پیامبر گرامی اسلام این روایت را رو نقل میفرماید میفرماید و من ادرک والده ولم یغفر له و الله خدای متعال با در اختیار قرار دادن پدر و مادر و توفیق خدمت به پدر و مادر چنان زمینه بخشش و رحمت خودش را در اختیار انسان قرار میدهد که اگر کسی با وجود داشتن پدر و مادر با وجود داشتن توفیق خدمت به والدین باز هم خود را مستحق مغفرت و رحمت الهی قرار نداده باشد و از این فیض بزرگ خود را محروم ساخته باشد پیامبر اکرم با یک تعبیر شبیه تعبیر نفرین میفرماید فابعده الله دیگه این گونه آدم واقعا مستحق رحمت الهی نیست خب معلوم می شود که با وجود پدر و مادر چقدر انسان می تواند خود را مستحق مغفرت و رحمت الهی قرار بدهد یا در روایت ابن عباس از رسول معظم نقل می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما ولدون بار نظر الى ابویه برحمتین الا کان له به کل نظره حجتون مبروره می فرماید هیچ فرزندی با نگاه مهربانانه به پدر و مادر خودش نگاه نمی کند مگر اینکه با هر نگاه مهربانانه به پدر و مادر یک حج قبول شده خدای متعال برایش انایت می کند خب ببینید حج به جا آوردن در شرایط امروزی چقدر هزینه را بر انسان تحمیل می کند و بعد از آنه که حج هم انسان انجام می داد حج قبول شده دوباره چه سختی ها و دشواری های خودش را دارد که اگر یک انسان با یک نگاه به پدر و مادر به این ثواب دست پیدا بکند خب حقیقتا یک تسکین و آرامش بسیار بزرگی را به انسان می بخشد. وقتی این ثواب رو پیامبر اکرم بیان میکند باعث تعجب میشود و قالو یا رسول الله و این نظره فی کل یوم مئت نظره آیا این یک نگاه مهربانانه که در مقابل یک حج قبول شده به انسان داده می شود در نگاهی هر 24 ساعت مثلا یک نگاه باشد یا نه اگر یک کسی در روز در هر شبانه روز صدها مرتبه این نگاه را تکرار بکند باز هم همین ثواب در برابر هر نگاه به اونها داده می شود پیامبر گرامی اسلام می فرماید قال نعم حضرت فرمود بله چنین است الله اکبر و اطیب و خدای متعال بزرگتر از این است و پاکیزتر از این است که با هر نگاه به این ثواب ها بندش رو نوازش نکند و یا این حج مبرور و حج مقبول رو تنها در 24 ساعت و یک شبانه روز به یک حج مقبول فقط اکتفا بکند این گونه نیست بلکه در هر نگاه این ثواب و پاداش به انسان داده می شود با توجه به این پاداش ها و این دستورات نوید بخش و آرامش بخش که در متون دینی ما آمده است حقیقتا انسان را در مقابل بحران هایی که در برابر انسان قرار می گیرد تا حدود زیاد مجهز می سازد و بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها را برای انسان آسان می امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشالله در مواجهه و روبرو شدن با بحران ها با این گونه وسائل و ادای تکلیف خود را مجهز بسازیم از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله على الأصوات